سلام علیکم شاگردای عزیز، به یک دیگر از درس های مضمون بیولوژیتان خوش آمدین. در این بحث خوش شاگردای عزیز، ما شما روی ساختمان حجرات، دیوار حجروی، غشای حجروی و سایتوپلازم حرف خواهد زدیم. خب ساختمان حجرات چی است یا سل استرکچر؟ به شکل عموم یک حجره از سه قسمت تشکیل شده: غشای حجروی یا سل ممبران، سایتوپلازم که بین غشای حجروی و هسته موقعیت داره، و نیکلیس یا هسته، یک کتله متمرکز در یک قسمت از حجره. و ولی در حجرات نباتی بر علاوه از این سه قسمت یک قسمت دیگر ما اضافه تر میبینیم که عبارت از دیوار حجروی یا سل وال است. سل وال یا دیوار حجروی چی است؟ دیوار حجروی از قند سلولوز تشکیل شده. قند سلولوز هم شما میفهمید که قند پلیساکارایدی است. در این سلولوز هایی که دیوار حجروی را ساخته از سایتوپلازم تجزیه شده، از سایتوپلازم تجزیه میشه و حاوی یک مقدار مواد مرده است که از سایتوپلازم تجزیه شده. دیوار حجروی حجم حجره را، حجره نباتی را محصور میکنه و به حجره نباتی یک شکل مخصوص، یک شکل ثابت میده. خب دیوار حجروی یکی از فواید دیگهش برای نباتی است که مانع نفوذ میکروب ها میشه به داخل حجرات نباتی. و در نباتات عالی که هست دیوار حجرویشان به چوب تبدیل میشه که نباتات عالی چی می داشته باشن؟ نسبتا سخت و مستحکم می باشن. خب دیوار حجروی شاگرد عزیز به سه قسمت تقسیم میشه. دیوار حجروی نباتات به سه قسمت تقسیم میشه. مثلا اگر ما و شما فرض کنیم یک حجره نباتی باشد، زمانی که دیوار حجروی از زیر ما و شما زیر میکروسکوپ مشاهده کنیم، سه قسمت در دیوار حجروی از زیر میبینیم. قسمت اولی که از دیوار اولی یا پرایمری سل وال که است، دیوار حقیقی است، سخت و مستحکم است و بسیار با وضاحت کامل در زیر میکروسکوپ دیده میشه و ساختار از این از سلولوز ساخته شده. این قسمتی که ما شما کرسر موضوع ما بالایش است. قسمت دومش دیوار ثانویه یا سکندری سلوال است که داخل دیوار اولی موقعیت داره، بعد از دیوار اولی، بین دیوار اولی و غشای حجروی موقعیت داره که نسبتاً ضخیم است، دبلتر است و از سلولوز و موم ساخته شده، از ترکیبش از سلولوز و موم است. و قسمت سومیش هم دیوار وسطی یا میدل لامیلا هست که یک مثل یک پرده غیر سلولوزی میمانه، شفافتر است نسبتاً و ای چی میکنه؟ در ساختن انساج کمک میکنه، یک حجره را با حجره دیگه چی میکنه؟ در حقیقت میچسبانه. به ادامه از اینا غشای حجروی را اگر ما و شما مطالعه کنیم، سل ممبران چی است؟ غشای حجروی یک غشای بسیار نازکی است که حجرات احاطه کرده. اگر ما و شما غشای حجروی را زیر میکروسکوپ مشاهده کنیم، میبینیم که تشکیل شده از دو طبقه فسفولیپیدی است. وظیفه‌اش چی است؟ وظیفه‌اش محافظت اجزای داخلی حجره است. در حجرات نباتی بسیار با مشکل ما میتونیم که غشای حجروی و دیوار حجروی را از هم مجزا کنیم و مشاهده کنیم. و ساختار غشای حجروی که است، فسفولیپید است و پروتئین و شحم است و همچنان وظیفه شامی است که محتویات سایتوپلازم احاطه کنه و محتویات سایتوپلازم محصور و در امن نگه بداره. خب غشای حجروی دو خصوصیت بسیار عمده داره. یکی از اونها خاصیت نیمه قابل نفوذیش است یا سیمی پرمیبلیتی. غشای حجروی که از شاگرد عزیز، او از مولکول هایی که نسبتا کوچکتر باشه اجازه نفوذ به داخل حجره را میده، ولی او از مولکول هایی که بزرگ باشن به داخل حجره اجازه نفوذشان نمیده. و خاصیت دومش خاصیت نفوذ انتخابی است یا سلکتیو پرمیبلیتی. این خاصیتش غشای حجروی را قادر می سازد که انتقال مواد به داخل و از داخل خارج چی کنه؟ کنترل کنه. مواد که در داخل حجره نیاز است، او را اجازه نمی دهد که از بدن، از داخل حجره خارج شود، و مواد که در بیرون نیاز نیست که به داخل حجره شود، او را اجازه نمی دهد که به داخل حجره نفوذ کنه. همچنان خب در 1935 دانشمند به نام دوجاردن از سایتوپلازم یک تعریف کرد. سایتوپلازم تعریف کرد که ماده نیمه شفاف و سرنشناک لزجی است که خاصیت ارتجایی و انقباضی دارد. نور نسبت به آب
کم بیشتر و نسبت به روغن کمتر منعکس میکنه. اما تعریف دوجیاردن امروز یک مقدار تغییر کرده و سایتوپلازم تعریف میکنند که ماده نیمه شفاف غلیظ کلویدی است که بین غشای حجره و هسته موقع داره. زمانی که ما و شما یک حجره را مطالعه کنیم، قسمتی که بعد از غشای حجروی الا غشای هستوی موقعیت داره، تمام مواد را که ما در اونجا میبینیم، ارگانیل هایی را که ما میبینیم، ما او را میگیم سایتوپلازم. سایتوپلازم در مرحله اول زمانی که حجره نو تشکیل میشه تمام خالیگاه های حجره را پر میکنه، اما زمانی که حجره به انکشاف بیشتر خود میرسه و انکشاف میکنه، شیره حجره از سایتوپلازم جدا میشه و واکیول ها را میسازه. سایتوپلازم به دو قسمت تقسیم میشه، یکی اندوپلازم، یکی اکتوپلازم. قسمت اکتوپلازم ما به قسمت از سایتوپلازم میگیم که نزدیک غشای حجروی است. اون قسمت از سایتوپلازم که نزدیک غشای حجروی موقع دارور ما میگیم اکتوپلازم، و او قسمت از غشای از سایتوپلازم که نزدیک غشای هستوی موقع داره ما برش میگیم اندوپلازم. خب سایتوپلازم از مواد عضوی و غیر عضوی تشکیل شده که مواد عضوی و غیر عضوی را ان شاء الله ما در ادامه درس‌های خود خواهد خواندیم، و حالت فیزیکیش میتونه از حالت نیمه مایع یا حالت سول، از حالت نیمه مایع تبدیل شود به حالت نیمه جامد یا جل، و همچنان برعکس از این، از حالت نیمه جامد یا جل تبدیل شود به حالت نیمه مایع یا سول. اجسام کوچکی را که ما شما در سایتوپلازم میبینیم مثل میتوکاندریا و غیره، اجسام کوچک، این اجسام ما برش میگیم انکلوژن بادی. انکلوژن بادی در حجره به دو نوع است. یکی اجسام غیر زنده است مثل مولکول های آب، اجزای مواد غذایی را که ما شما استفاده کردیم، قندها، شحمیات، پروتئین ها و غیره و غیره، و یکی هم اجسام زنده است، اجسام زنده است در حجره در سایتوپلازم که ما بر از او میگیم ارگانیل های حجروی مثل میتوکاندریا، مثل اندوپلازمیک ریتیکولم، که باز ما انشالله ایره در ادامه درسای خود میخوانیم. خب شاگرد عزیز، درس امروز ما تا همینجا کافی است. شما را به الله بی‌نیاز میسپارم. موفق و مهیت باشین.